سریال همه جا تو در ژانر کمدی و رمانتیک در سال 2019 ساخته شده است و ماجراهای جذاب زندگی زوج جوانی به نام دمیر و سلین را به تصویر می کشد. ماجرا از جایی شروع می شود که دمیر و سلین یک خانه می خرند و سر همین قضیه با هم مشکل پیدا می کنند، به طوری که به زور به زندگی مشترک ادامه می دهند. معرفی شخصیت دمیر ارندیل. دمیر یک مرد دقیق و هوشمند است که علی‌رغم جوانیش نام خودش را به عنوان یک مدیر موفق مطرح ساخته است. برای دمیر موفقیت در زندگیش بسیار مهم است، چون او قبلا در زندگی عاشقانه‌اش ناامید شده است. به نظر او عشق در کار مثل دروغ است و حتی او اجازه نمی‌دهد کسی از همکاران در شرکت با هم ازدواج کنند. دمیر در واقع فردی مهربان و خوشقلب است، اما مهربانی خود را پشت قوانینش مخفی می کند. قانونهای دمیر ارندیل. 1. زندگی شخصی بیرون شرکت می ماند. 2. روزهای تولد و جشنهای ویژه خارج از ساعت کار می ماند. 3. همه یک ساعت قبل از پایان کار باید گزارش کارهایشان را ارسال کنند. 4. 20 دقیقه قبل از کار و تمام جلسات باید حضور داشته باشند. 5. درون شرکت عشق ممنوع است. فورکان اندیچ، متولد 4 آوریل 1990 در استانبول، یکی از مدل‌ها و بازیگران معروف و خوش‌چهره ترک است. فورکان از پدری ترک و مادری بوسنیایی متولد شده است. فورکان پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد دانشکده پلی‌تکنیک کیو به اوکراین رفت. فورکان پس از بازگشت به ترکیه تحصیل در دانشگاه یدی‌تپه را آغاز کرد. رشته ارتباطات دیداری و طراحی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. فورکان اولین کار خود را در عرصه بازیگری با سریال دفتر خاطرات دانشگاه آغاز کرد. او با این سریال و سریال‌های همچون عروس‌های فراری و انتقام شیرین به شهرت زیادی بین بینندگان دست پیدا کرد. کار اخیر فورکان مربوط به سریال خواهرزاده‌ها است. فورکان علاوه بر بازیگری سینما و تلویزیون با برندهای مختلفی همچون وطن کامپیوتر، ایتی و مارمارا AVM نیز همکاری کرده است. فورکان برای بازی در سریال انتقام شیرین جایزه پروانه طلایی بهترین زوج بازیگر را به همراه لیلا لیدیا توغلتو دریافت کرده است. فورکان یکی از بازیکنان حرفه‌ای بسکتبال نیز به حساب می آید. او 11 سال به صورت حرفه این ورزش را دنبال کرده است. قد فورکان 1.90 سانتی متر و وزن او 85 کیلوگرم است. معرفی شخصیت سلین سور. سلین دختری دلسوز و دوست داشتنی است، گرچه گاهی خشن می شود، اما می تواند راه خودش را به درستی انتخاب کند. او هیچ وقت اجازه نمی دهد کسی حقش را بخورد. بزرگترین ترس سلین ترس از دست دادن عزیزانش است. سلین یک خانه را با 1001 مشکل می خرد و می خواهد که با حیواناتش آنجا زندگی کند. اما با این حال مدیر جدید آرتمیم، دمیر می گوید که آن خانه مال اوست. با این حال سلین مصمم است و می خواهد سهم دمیر را خریداری کند. بنابراین تلاش می کند تا زندگی دمیر را هم در خانه و هم در شرکت زندانی کند. اما نمی داند که با دمیر در مسیر عشق گیر می کند. آیپوکپوسات، متولد 25 فوریه 1995 در آنکارا، بازیگر، رقاص باله، مدل و دختر شایسته سال 2014 ترکیه است. آیبوکه از پدری به نام نامیک و مادری به نام آسمان به دنیا آمده است. پدر و مادر آیبوکه هر دو کارمند هستند. او همچنین دو برادر دارد و خانواده مادری وی اصالتاً تاتار هستند.
آیبوکه فارغ التحصیل رقص باله از دانشگاه حاجی تپه آنکارا است. او برای اولین بار با سریال جز رومد به دنیای بازیگری قدم گذاشت. او پس از این سریال در سریال‌های متعددی به ایفای نقش پرداخت. یکی از معروف‌ترین کارهای او حضور در سریال قول و بازی نقش بهار است. آیبوکه در سال 2018 جایزه بهترین بازیگر زن سال سریال‌های تلویزیونی را به خاطر بازی در سریال قول دریافت کرد. این بازیگر زیبای ترک در سال 2018 به همراه برونکوزون نقش‌های اصلی سریال تپه شاهین را بر عهده گرفتند. او از سال 2019 با نقش اصلی سلین بازی در سریال همه جا تو را در کنار فرکان اندینچ آغاز کرده است. معرفی شخصیت های فیروزه و لیلا. لیلا و فیروزه دو خواهر هستند که هرگز با یکدیگر موافق نیستند. لیلا خانه پدرش را به سلین می فروشد، در حالی که فیروزه سهم خود را به دمیر می فروشد. اگرچه سلین نیمی از خانه را از لیلا می خرد، اما کل پول را پرداخت می کند. فیروزه با اینکه نصف خانه را به دمیر می فروشد، اما به او می گوید که کل خانه است. حال لیلا و فیروزه برای اینکه به زندان نروند، سعی می کنند که سلین و دمیر را عاشق هم بکنند. معرفی شخصیت ودات آیهان. ودات نزدیکترین دوست دمیر است. او یک مرد دانا است که از همسرش جدا شده. ودات مانند برادر دمیر است که از بچگی با او بزرگ شده. آنها گاهی اوقات با گلهای گلخونه محوطه سازی می کنند. ودات دوباره عشق خود را در آرتمیم پیدا می کند. معرفی شخصیت استاد محرم. استاد محرم مسئول هر کار فنی در شرکت است. استاد محرم مثل یک استاد بالا سر شرکت است. در شرکت با کارکنان بسیار دوستانه و صمیمی است و سعی می کند هر مشکلی را حل کند. معرفی شخصیت ابراهیم تونج. ابراهیم یک دامپزشک موفق است و همچنان پزشک حیوانات خانگی سلین است. دختران جوان برای ایبو که فردی خنک با بدنی ورزشکار است می‌میرند، اما ایبو زمانی که با همکار سلین آیدا ملاقات می‌کند عاشق او می‌شود. علی گوز و شیرین، متولد 27 ژانویه 1995 در استانبول، بازیگر و مدل جوان ترک است. علی اخیراً با نقش ابراهیم در سریال همه جا تو بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته است. علی اصالتاً اهل ترابزان است و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر از خود دارد. طبق گفته ی علی، او در بچگی بسیار بازیگوش بوده و همسایه ها همواره از او شکایت داشتند. علی بازی در تئاتر را از دوران ابتدایی آغاز کرده و فارغ التحصیل مقطع لیسانس در رشته مسائل و روابط بین الملل از دانشگاه گلشیم استانبول است. او پس از فارغ التحصیلی وارد پروژه های مد و فشن شد و به عنوان مدل با برخی از برندها همکاری داشته است. علی برای اولین بار در سال 2016 به عنوان رقاص در کلیپ ایریم درینجی حاضر شد و پس از آن از وی برای بازی در سریال جنایت‌های پیش پا افتاده دعوت شد. او یکی از بازیگران سریال جنایت‌های کوچک و بزرگ است. معرفی شخصیت آیدا آکمان. آیدا دختری جذاب و زیباست که مهندس شده. اعتماد به نفس بالایی داره، اما همیشه با هوش مهندسی خود حرکت می‌کنه. او مردها را خوب می‌شناسه. آیدا بازی‌های خود را خوب می‌دونه و بهترین بازیش علیه مرداست. آیدا و سلین دوستان نزدیکی هستند و به سلین کمک می‌کنه تا دمیر رو از شرکت بیرون کنه. آیدا با دامپزشک سلین ایبو آشنا میشه و عاشق اون میشه. آسلیهان مالبورا در 1 مارس 1995 در شهر آفیون به دنیا آمده است. آسلیهان مالبورا فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع غذایی
و مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی استانبول است. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در خانه هنر به یادگیری بازیگری پرداخت. اصلی خان برای اولین بار با سریال عاشق چه کارا که نمی کنه با نقش زینب به عرصه بازیگری قدم گذاشت. او پس از این سریال در سریال سلطان قلبم با نقش سالیها سلطان ظاهر شد. اصلی خان در سال 2018 در سریال گریه نکن مادر حاضر شد. بازی اخیر اصلی خان مربوط به سریال همه جا با تو در سال 2019 است. قد اصلی خان 1.63 سانتی متر و وزن او 52 کیلوگرم است. اصلی خان مجرد است. او در حال حاضر با متین تمل در رابطه است. معرفی شخصیت بوراک یانگل. بوراک پسر صاحب شرکت معماری است. بوراک مدیر پروژه های شرکت است. او نمی تواند خودش را به پدرش ثابت کند و تنها هدف بوراک این است که خودش را به پدرش و شریک معروفش آقا اکرام نشان دهد و بر صندلی مدیریت بنشیند. وقتی بوراک می فهمد که زمانی که قرار بود مدیر بشود دمیر جای او را گرفته است، عصبانی می شود و فکر می کند دمیر حق او را خورده است. علاوه بر آن وقتی متوجه می شود که صمیمیت بین سلیم و دمیر بیشتر شده است و دارند عاشق هم می شوند، باعث می شود او بار دیگر عصبانی بشود. علی یاغجی بازیگر ترکیه متولد 1990 در بالیکسیر ترکیه است. وی بازیگری را از سال 2016 با حضور در سریال اسمش تو بذار آغاز کرد. بعد از آن در سریال های پرنده سحرخیز در سال 2018 و همه جا با تو در سال 2019 حضور یافت. این بازیگر در حال حاضر مجرد است. 183 سانتی متر قد دارد. علی یاغجی در اینستاگرام خود تقریبا 120 هزار دنبال کننده دارد. معرفی شخصیت بورا دورل. یکی دیگر از زن و شوهرهای عاشق شرکت مروه و بورا هستند. او 3 سال است که مدل سازی کار می کند. او بسیار به خانوادهش، مخصوصاً عشقش وابسته است. بزرگترین خواسته او این است که در اسرع وقت با مروه ازدواج کند. ممنوعیت عشق در شرکت او را ناامید می کند. وقتی رابطه مروه و بورا تغییر می کند، باعث می شود بورا هم تغییر کند. معرفی شخصیت فرخ. فرخ مدیر مالی شرکت است. به منظور جلوگیری از ورشکستگی آرتمیم، او کارهای خطرناکی با بوراک انجام داده است تا به عنوان معاون مدیر کل فعالیت کند. فرخ و بوراک برای نجات شرکت از ورشکستگی کارهای غیرقانونی کرده اند و همین باعث ترس فرخ شده است. فرخ دوست دارد دوران بازنشستگی خود را در قایق سپری کند، اما او می ترسد که به رؤیای خود نرسد و به زندان برود. معرفی شخصیت عزمیه. عزمیه مدیر زبان خارجی است. او با گوشهایش از همه چیز آگاه است. عزمیه زنی است که از هوش عملی بالایی برخوردار است. هوش او گاهی موجب مشکل برای او می شود.